سلام به صنف نقاشی مادر خوش آمدید موضوع امروز ما مزایک است آیا تا به حال کلمه مزایک را شنیده اید؟ موزاییک به برداشتن قطعات کوچک از مواد مانند سنگ مرمر، شیشه و کاغذ و چسباندن آنها به کف دیوار یا سقف ساختمان برای تکمیل یک تصویر واحد اشاره دارد. امروزه این تکنیک موزاییک به طور گسترده در هنر، معماری، دکوراسیون داخلی و غیر استفاده می شوند. اکنون چند تصویر از نحو استفاده از موزاییک ها را به شما نشان خواهم داد. این اثر مزایکی سبک بیزانسی هست که در قرون وسطی استفاده می شد. دوره تقریبا یک هزار ساله از حدود 476 تا 1453 به عنوان قرون وسطی تعریف شده است. شما ممکن است نخی از چند وقت پیش نداشته باشید. به بیان ساده می توانید آنها را حدود 15 سال پیش از هم اکنون در نظر بگیرید. من فکر می کنم بسیار شگفنگیز است که چنین هنر زیبایی قبلا در آن زمان در اروپا توسعه یافته بود. اگر به دو تصویر دقت کنید می بینید که مربه های تقریبا یکسان مرتبا مرتب شده هند درست است به اینها مزایک می گویند. این کلیسای جامعه آیا صوفی ها در استانبول ترکیه هست. این کلیسا به عنوان کلیسای جامع ارتودکس شرقی در زمان امپراتوری روم شرقی ساخته شد. اما در حال حاضر متاسفانه بیشتر حسار هنری زیبای داخل کلیسای جامع با چادرهای سفید پوشیده شده است. زیرا اکنون به عنوان مسجد اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. من دو حسر هنری آوردم که داخل کلیسای جامعه سفیا هست. در هر دو تصویر کسی که در وسط قرار دارد ایسا هست. تصویر زیر مقداری از گچه بر جای مانده را نشان می دهد که هنوز از زمانی که کلیسای بزرگ به عنوان مسجد استفاده می شد بازسازی نشده است. مریم باکره در سمت چپ و یحیای تمی دهنده در سمت راست قرار دارد. متاسفانه که ما نمی آنها را از نزدیک ببینیم، اما اگر خیلی دقیق نگاه بکنید، هر دو مزایک هستند، نه تنها این دو، بلکه در داخل کلیسای جامعه شما می توانید بسیاری از هنر مزایک را ببینید. این کلیسای جامعه ویتال در ایتالیا هست. این کلیسای جامعه نیز در قرون وسطی ساخته شده و در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد. تصویر زیر مربوط به یک اثر هنری در داخل کلیسای جامعه هست و همچنین موزاییک هست اگر از نزدیک ببینید می توانید قطعات کوچک را ببینید اما اگر از دور به آن نگاه بکنید به هیچ وجه نمی توانید تکه های کوچک را ببینید بلکه به عنوان یک تصویر کامل این ویژگی موزاییک ها هست این روند ایجاد یک مزایک را نشان می دهد. می بینید که دست مربه های کوچک را با هم وصل می کند. درست است؟ اگر او فقط تصویر را بکشد، تکمیل کردن آن بسیار ساده تر و سریع خواهد بود. اما چرا برای انجام کارهای طولانی و سخت وقت می گذارد؟ نمیتوانم پاسخ دقیق بدهم اما فکر می کنم هنر فرایندی است که دای من خلاقانه فکر می کند و خلاقانه آن را بیان می کند. بسیاری از هنرمندان دای من به چیزهای جدید فکر می کند. و تکتیک های بیان جدید را مطالعه می کنند و این گونه هست که ما امروز از تکتیک های مختلف آنری با مزایک آشنا می شویم. تکتیک های آنری وجود دارد که می توان آنها را براحتی به سرعت تکمیل کرد. اما تکتیک های آنری نیز وجود دارد که با دقت زیاد تکمیل می شوند. هر چند زمان زیاده می برد. این اثر هنری نیز مزایک است. اما به نظر شما از چه مواد استفاده شده است؟ من فقط با نگاه کردن به صورت مطمئن نیستم. اما با نگاه کردن به مواد اطراف صورت می توانم متوجه شوم که چوب هست. شخص با بریدن یک تکه چوب بزرگ به قطعات خرد و سپس چسباندن آن به یک دیگر چهره انسان را ساخت. من مطمئن هستم که آسان نبوده اما شگفت انگیز به نظر می رسد. این قطعه همچنین یک اثر هنری شگفتانگیز هست که با برش و چسباندن تکه های چوب برای تکمیل چهره یک فرد و همچنین پس زمینه جذاب ساخته شده است. اگر از نزدیک به چهره نگاه بکنید می بینید که پوست به صورت تک رنگ نیست بلکه با رنگ های متنوع چوب ظاهر می شود. بنابراین از دور مانند نوری است که به سمت چپ صورت می و در سمت راست سایه می اندازد. این یکی چطور است؟ آیا در حالی که در سرک را می رفته چنین مزایک هایی از قطعات خرد روی زمین یا روی دیوارها ندیده اید؟ من دقیقا نمیدانم این عکس از کجا گرفته شده است اما شبه عکس دیوار یا زمین هست یک قلب در وسط وجود دارد و خطوط منحنی اطراف آن برای تکمیل یک الگو به هم وصل شده است این تصویر مزایق چه شکلی است؟ ما نمی توانیم جزیات را از نزدیک ببینیم، اما می توانیم بگوییم که چه نوع مناظره است درست است؟ در سمت راست پرندگان را می بینیم که روی شاخه ها نشسته اند و در سمت چپ پرندگان را می بینیم که آزادانه پرواز می کنند. همچنین یک نور خورشید در وسط وجود دارد. اگر به پس زمینه دقت بکنید می بینید که نه تنها از یک رنگ آبی بلکه از انواع بلو ساخته شده است. حتی اگر یک منظره ساده باشد استفاده از رنگ های مختلف در پس زمینه میتواند اثر هنری را غنی بکند. تا اینجا دیدیم که مزایق چیست و چه نوع مزایقی وجود دارد و از این به بعد قصد دارم تصاویر را به شما نشان بدهم که موضوعات مختلف را با تکتیک های مزایق بیان می کنند. این دو عکس بیانگر گل هستند. یکی در سمت چپ ممکن است کمی تیره به نظر برسد زیرا در زمینه ی نشان داده شده است. اما باعث می شود که گل های وسط برجسته شوند. در تصویر سمت راست فقط یک گل آفتاب پرست بزرگ بیان شده بود اما رنگ های متنوعی را بیان میکرد کرد به طور که رنگ گل آفتاب پرست و زمینه یک نواخت نبودند. تصویر سمت چپ سیارات و یک فضاپیما را با پس زمینه فضا نشان می دهد و تصویر سمت راست دختر را نشان می دهد که با پس زمینه از یک روز آفتابی لبخند میزند. این دو تصویر نیز ساده هستند و پیچیده نیستند. تکنیک موزاییک به خودی خود آسان نیست. بنابراین هرچه فرم پیچیده تر باشد، بیان آن دشوارتر است. فرق نمی کند که فرم را به سادگی بیان کنید. بنابراین فکر نکنید که خیلی سخت است. در این دو تصویر پشک ها شخصیت اصلی هستند. تصویر سمت چپ بیانگر صورت پشکی است که کمی بیرون زده است و تصویر سمت راست نشان دهنده پشکی است که به پشت علف خیره شده است. سنگ های زیبایی در پیش روی چمن ها وجود دارد. کفش دوزک هایی که روی چمن نشستند و چند زنبور در آسمان پرواز می کنند. بیایید نگاهی به این دو تصویر بندازیم. تصویر سمت چپ مرغ را نشان می دهد که در حال خوردن غذا هست. به نظر می رسد که در یک قاب هست. شاید به این دلیل که لبه های اثر هنری زرد است. تصویر سمت راست توتی را نشان می دهد که روی شاخه نشسته است. برگ‌ها در پس زمینه به خوبی بیان شده هند و پرهای توتی به زیبایی با رنگ های رنگ رنگ بیان شده است. این دو عکس هستند که نمای فوقلاده اقیانوس را نشان می دهند. هر دوی آنها اقیانوس را به تصویر می کشند. اما سمت چپ به طور کلی نرم تر است و سمت راست احساس قوی تر می کند. فکر نمی کنید؟ دلیلش تفاوت رنگ تصویر سمت چپ عمدهتا از رنگ های روشن تر از رنگ های تیره استفاده می کنند و تصویر سمت راست عمدتا از رنگ های زنده استفاده می کنند که اشبای بالایی دارند. هر دو را دوست دارم. کدام حالت را بیشتر شما دوست دارید؟ در انتخاب و بیان رنگ ها با توجه به اولویت خود احساس راحتی بکنید. این دو اثر هنری نیز بسیار ساده و و زیبا هستند. در تصویر سمت چپ یک سیب بزرگ با زمینه سیاه است و در سمت راست پوفک های با رنگ های مختلف به بند نوار بسته شده هند و به گونه بیان می شوند که گویی در آسمان شناور هستند. بیان چند پوفک سختتر از بیان یک پوفک بود اما این کار سخت ارزش آن را داشت تا دا بتوان چنین تصویر فوقالعاده خلق کرد فکر نمیکنید اینها آثار هنری مزایکی توسط دانش آموزان لیسه در کوریا هستند دو تصویر بالا بیانگر منظره بهاری هست تصویر پایین سمت چپ بیانگر یک ماشین است و تصویر پایین سمت راست بیانگر سرگرمی کودکان هست. اگر کودک شما خیلی خورده هستند می تواند آن را به شکل ساده مانند این دو تصویر بیان بکند. اگر فرزند شما یک نوجوان است و پشتکار و علاقه مندی نشان می دهد می تواند مناظر را با پس زمینه شبی به این بیان بکند. اما پاسخ درست وجود ندارد آنها می تواند هر چیز را که می خواهند بیان بکند. به طور مثال آنها می توانند یک هنر انتظایی را بیان بکنند. اگر دقت بکنید می بینید که چهار کاغذ وجود دارد. هر چهار دانش آموز یک قسمت را بیان کردند و در پایان آنها را وصل کردند. این می تواند یک ایده خوب دیگر باشد. درست است؟ خوب است اگر شما و فرزندانتان یا همه فرزندانتان هر کدام یکی بسازید و آنها را با هم وصل بکنید. پس بیایید همین حال فعالیت را شروع بکنیم. دستور العمل را به شما شهر می دهم. موضوعی را که دوست دارید انتخاب بکنید. چیزی که در زندگی روزمره براحت قابل مشاهده هستند. مانند میوه، موتر، حشره، حیوان، شی، مناظر، شخص و غیره. دو، طرح چیزی را که انتخاب کرده اید روی یک تکه کاغذ بکشید. شما می توانید اما مجبور نیستید به زمینه را بکشید. سوم پس از اتمام تر مقدار کاغذ رنگی بردارید و آنها را پاره کنید با قیچی ببرید سپس از یک چسب برای بیان موضوع انتخابی خود استفاده بکنید سخت نبود درست است بنابراین امروز ما با مزایق آشنا شدیم این فقط یکی از تکتیک های بیان هنری است بنابراین آنچه که با آن بیان می کنید مهم است آیا می توانید شباهت بین تصاویری که قبلا به شما نشان دادم بگویید همه آنها در مورد چیزهایی هستند که ما براحتی می توانیم در زندگی روزمره خود ببینیم گلها، میوهها، حیوانات، گیاهان، موترها، انسانها و همه چیزهایی هستند که هر روز در اطراف خود می بینیم. مهمترین چیزی که باید از موضوع امروز حذف کرد این است که می توانید با بیان زندگی روزمره خود به شیوه جدید برای بیان هنر به زندگی روزمره عادی خود نگاهی دوباره بندازید. برای کسانی از شما که احساس کردید زندگی روزمره معمولی و خسته کننده مدام تکرار می شود من صمیمانه امیدوار هستم که صنف امروز برای زندگی روزمره خسته کننده شما سر زندگی بیافزاید سپس سنف امروز را در اینجا به اتمام می رسانیم. خدا را شکر می کنم که به من اجازه داد با شما سنف داشته باشم. لطفا منتظر سنف بعدی باشید. از مشارکت شما جهان سپاس.